نتكلم عن النذر. سخن ما درباره نذر هست. ما هو النذر؟ نذر چیست؟ هو ان تلزم نفسك شيئا لا يجب عليك. نذر عبارت است از این که چیزی رو بر خودت لازم بکنی و متعهد به چیزی بشی که بر تو واجب نبوده. نعم. في غير شهر رمضان. در غیر از ماه رمضان. لو تقول لله علي نذر ان اصوم غدا الاثنين مثلا او الخميس. بله، در غیر ماه رمضان مثل این که بگی که من نذر کردم که فردا برای الله روزه بگیرم. هذا امر لا يجب علي انا. خب این بر انسان واجب نیست که خودش رو ملزم به روزه گرفتن روزی غیر از رمضان بکنه. فاذا جاء الينا انسان وقال اريد ان اقول شيئا في النذر يعني يصوم غدا. لذا اگر کسی بیاد و بگه که خب من این طور نذر کردم که فردا رو به عنوان مثال روزه بگیرم. نقول لا لا تتلفظ بالنذر. اینجاست که به اون میگیم که نه، لفظ نذر رو بر زبان نیاور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. چرا؟ برای اینکه یک، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از نذر کردن منع فرمودند. و ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذر. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصا نذر نکردند. ولو كان خيرا لنذر النبي صلى الله عليه وسلم. اگر نذر کردن خوب بود قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نذر می‌کردند. لكن اذا جاء عند الانسان وقال انا قلت اصلا لله علي نذر ان اصوم غدا. حالا اگر کسی بیاد و بگه که من نذر کردم که برای الله به عنوان مثال فردا رو روزه بگیرم. نعم، نقول اما الان انتفي او تكفر كفاره يمين. اینجاست که به اون میگیم که دو راه پیش تو روی توست، یا به نذر خودت وفا بکنی و روزه بگیری و یا اینکه کفاره سوگند رو یا کفاره قسم رو به جا بیاری. نعم، هذا اذا كان النذر لله سبحانه وتعالى، يعني قال لله علي انا. این در صورتی که هست که نذر برای الله و در جهت اطاعت از الله باشه. لكن نصر عبد السلام لو نذر للولي للنبي لمالك من الملائكه هذا هو الشرك الاكبر لابد ان يتوب. اما اگر برای غیر الله نذر بکنه، برای پیامبری از پیامبران الهی، برای ولی از اولیاء الهی و یا برای فرشتی از فرشتگان الهی، اینجاست که میگیم این نذر معصیت و از نوع شرک اکبر هست که باید توبه بکنه. والله اعلم.